این روزها بهترین زمان آزمایش است. هر چند وضعمان بد است، همه خسته و فرسوده ایم، بی پول و بی آذوقه، مواجه با انواع مشکلات و در معرض تند باد حوادثیم. ولی از شما میپرسم، آیا برای عاشقان میهن و آنهایی که درد وطن پرستی دارند این گونه سختی ها دارای اهمیت است؟ ولی این سخنان قهرمانی از تبار دلاوران و مبارزان مردم ایرانه که درست در چنین روزی، یعنی در 11 آذر ماه، سر از بدنش جدا کردند. 90 سال پیش در 11 آذر سال 1300. ولی در چنین روزی بر انبوه برف‌های نشسته بر کوه‌های اطراف خلخال رد گام‌های دو مسافر به چشم می‌خورد. پس از چندی رد پاهای اونها بر برف‌ها محو می‌شد، اما این گام‌ها رد و نشونه خودشون رو در دل تاریخ ایران بر جا گذاشتند. این گام‌ها گام‌های سردار جنگل میرزا کوچک خان و یار وفادارش پوشنگ، یعنی همون گاوک آلمانی بود. اونها در 11 آذر سال 1300 به شهادت رسیدند. میرزا کوچک خان در جوانی عضوی از کمیته ستارخان بود که در فتح تهران و جنگ با نیروهای استبداد هم شرکت داشت. اما هنگامی که دید فرصت طلبان در پی دزدیدن دستاوردهای انقلاب مشروطه ایران هستند، سلاح به دست گرفت و راهی جنگل‌های گیلان شد تا آتش آزادی رو این بار از دل جنگل‌های گیلان شعله بر بسازد. پس از نبردها و پیروزی‌های بسیار و بعد از خیانت فرصت طلبان، شرایط ایجاد شد که ارتجاع و استعمار تونستند بر پیکر جنبش جنگل ضرباتشون رو فرود بیارند. سرانجام هم میرزا و هوشنگ در حالی که مسیر خلخال رو در پیش گرفته بودند تا نیروهای باقی مونده رو سازمان بدن، در اثر برف و بوران شدید از سرما یخ بردند و به شهادت رسیدند. چندی بعد هم یکی از خائنین سر میرزا رو از تنش جدا کرد و برای رضاخان برد. ولی هرچند در روز 11 آذر سال 1300 شعله زندگی میرزا خاموش شد، اما امروز بعد از 90 سال راه، رسم و مبارزه میرزا در مداری بسیار بالاتر در اشرف و در مقامات ایران داره پیگیری میشه و تبلور یافته. افتخار بزرگی است که امروز، یعنی در سالگرد وفات پیشوای بزرگ نهضت ملی، مصدق کبیر در میان شما باشم. در کنار شما، در خانه شما، یعنی در محضر میرزا، سردار بزرگ جنگل، سرداری که نخستین پیشگام تاریخ معاصر ایران در مبارزه انقلابی مسلحانه، سرداری که در پس زمستان تیره وطن، در تندباد سیاه وطن فروشی و ساخت و پاختهای وسوق و دوله ها از کنج مدرسه راه جنگل رو پیش گرفت تا به گرمی و خروش خون خودش بهاری تازه خلق کنه و هر چه درس وفا و صفا خونده بود در مقابل خلق پس بده. و راستی که چه خوب معلم وفا و پاک باختگی و وطن پرستی و مروت شد و تعلیم داد نه به تمام گیلان بل به تمام ایران. اون که وقتی سر از بدن یخزدش جدا می کردن جز یک ریال چیزی بیشتر در جیب نداشت، ولی با این همه در پی آرمان مردم و آرمان آزادی در مقابل هر طوفانی سینه سپر می کرد. راستی در تاریخ چه بد نوشتند، چه بد نوشتند که سردار ما در برف‌ها یخ‌زد. نه نه، اونها البته می‌خواستند سردار یخ بزنه، ولی میرزای ما که یخ نزد. او در آرمانش ذوب شد و در رگ‌ها و قلب‌های تک تک ما جاری شد. مگر ندیدیم که سردار جنگل با همون سلاح و با همون عزم آهنین هر وقت لازم شد
از قلب گیران دوباره به پا خواست، دوباره برخواست، آمد توی تمام شهرها و روستاها و پیام جنگل سبز رو که همون سرود سرخ رهایی تودگیر کرد. پس چه کسی گفت که میرزا یخ زد؟ نه، او همینجاست توی دل تک تک ما و هم الان داره میتپه. ترگو من میرزا کوچیک خانم.